حسن نائب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین همراه ما هستند. روزتون بخیر آقای نائب هاشم. موج جدیدی از دادخواهی مادران و پدران زندانیان سیاسی اعدام شده یا کشته شدگان در اعتراضات شکل گرفته. چقدر دادخواهی اونها در کلن این مسیری که جنبش دادخواهی داره طی میکنه مؤثره؟ با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه. الان من در استراسبورگ هستم و دقایق دیگر عازم پارلمان اروپا خواهم شد. دوستان ما در وین تحصن 114 روزشون رو ادامه میدن. موضوع دادخواهی بسیار مهم هست، برای اینکه شما وقتی که یاد میکنیم ما از آرژانتین و تحولات آرژانتین، مادران دادخواه آرژانتین با روسری‌های سفید اونها به یاد ما میفته. و در ایران هم میبینیم که خب ده ها هزار نفر در واقع دادخواه هستند، ولی که در این ارتباط هم اونها به یاد ما میفته و خب شاخص‌تر از همه خانم گوهر عشقی. این مسئله هست در تمام تحولات که مسلمه که دیکتاتورها بسیاری از افراد رو از جامعه گرفتند، اونها رو کشتن و خب طبیعیه که دادخواهان پیگیری میکنن. و امروز متاسفانه روز به روز به تعداد این دادخواهان افزوده میشه به خاطر اینکه کشتار ادامه داره. بنابراین طبیعیه که احترام ویژه‌ای دارن و طبیعیه که تاثیرگذاری جدی دارن، چنان که می‌بینیم در خارج کشورم آقای حامد اسماعیلیون خب از اونجایی که دادخواه هست و فرزند و همسرش رو از دست داده، می‌بینیم که با چه اعتباری از چه اعتباری برخوردار هست. امروز نیروهای امنیتی مانع از اون شدن که سوگواران و دادخواهان بر سر مزار محسن شکاری به مناسبت 40مین روز اعدام او دور هم جمع بشن. این برخوردهای امنیتی نشان دهنده چه وضعیت و شرایطی در کشوره؟ نشان دهنده ترس و واهمه شدید جمهوری اسلامی است از هر اجتماعی. مطابق مقررات خودشون بیش از دو نفر نباید کسی اجتماع داشته باشه و به زعم اونها تبانی هست. بنابراین وقتی که در مراسم خاک سپاری جمع بشن، امروز 40م محسن شکاری بود، پس فردا 40م مجید رضا رهنورد هست و 40م ها و هفته ها و سال ها ادامه داره. مراسم بزرگداشت تبدیل میشه به یک اعتراض عمومی. هر اجتماعی حتی یک تظاهرات سکوت رو اونها بر نمیتابند. وضعیت چنان هست که هر چند نفری که کنار همدیگه هستن، خواهنخوا شروع میکنن به اعتراض، شروع میکنن به شعار دادن. به این شعارها لرزه بر اندام حاکمان قدار ما میاندازه. مسئله در حال حاضر چنین هست، ترس و واهمه هست و راهش هم افزوده شدن اجتماعات مسالمت آمیز. در مورد اجتماعات مسالمت آمیز، این یک حق حقوق بشری هست. تمام جهان همراه هستند با مردم ایران در رابطه با این اعتراضات مسالمت آمیز و طبیعیه که باید ادامه داد و اونها رو با اعتراضات دیگر مثل اعتصابات عجین کرد، یگانه کرد و راهی رو که در پیش هست پیش برد تا به انتها. من رسم خودم امروز سعی میکنم در اتحاد اروپا که هستم با نمایندگان پارلمان اروپا حسب امکان صحبت بکنیم و به اون برسیم که قطعنامه‌ای که به خاطر اون دیروز اجتماع چند 12,000 نفره و بیشتر رو در استراسبورگ داشتیم، قطعنامه‌ای تصویب بشه از پارلمان اروپا که دلخواه مردم ایران. ممنون از شما حسن نائب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر که از استراسبورگ همراه ما بودید. ممنون از شما.